یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به دومین تجمع اعتراضی دراویش در تهران. ضرب و شتم زنان تجمع کننده در تهران و مجروح کردن و دستگیری تعدادی از آنان. تهدید دراویش زندانی در اوین به اعتصاب غذای خشک. اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی زندان اوین در حمایت از دراویش اعتصابی. تجمع اعتراضی در شهرهای اصفهان، آبادان، خرمشهر، بن و شهر کرد. اعدام 4 زندانی در بندرعباس. به گزارش سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش، نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی از صبح امروز خیابانهای اطراف دادستانی ارتجاع در تهران را با استقرار ماشینهای آب پاش و تجهیزات ضد شورش بستند تا مانع از تجمع دوباره دراویش و خانواده های زندانیان سیاسی شوند. آنان با باتون به دراویش تجمع کننده به ویژه زنان وحشیانه یورش بردند. تعدادی را مجروح و تعدادی را هم دستگیر و با خود بردند. دستگیر شدگان با خودروهای ون به نقاط نامعلومی منتقل شدند. دراویش زندانی که در بند 350 شکنجهگاه اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند، روز شنبه 17 اسفند تهدید کردند اگر تا روز دوشنبه 19 اسفند به خواستهشان رسیدگی نشود، دست به اعتصاب قضای خشک خواهند زد. آنها در اعتراض به تبعید 2 از دراویش زندانی و جلوگیری از اعزام دراویش زندانی به بیمارستان دست به اعتصاب قضا زده اند. همزمان هزاران تن از دراویش گنابادی در حمایت از آنها در داخل و خارج کشور اعتصاب قضا کردند. بهنام ابراهیمزاده، زندانی سیاسی و مدافع حقوق کارگران و کودکان کار، در بند 350 زندان اوین در حمایت از زندانیان اعتصابی دست به اعتصاب قضا زد. بیت یه نامه‌ای در این باره نوشت: این جانب زندانی در بند بهنام ابراهیمزاده از روز جمعه 16 اسفند دست به اعتصاب قضا زدم. اعتصاب قضای من و دیگر همبندیانم صدای اعتراض ما نسبت به رفتار قرون وسطایی، توهین‌آمیز و غیر انسانی دستاندرکاران زندان است. مردم شهر بن در چهارمحال و بختیاری روز جمعه 16 اسفند در اعتراض به تصادف مرگبار در مسیر شهر کرد به بن که منجر به مرگ 7 گردید، اقدام به بستن جاده کرده و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. جمعی از تولید کنندگان گز در استان چهارمحال و بختیاری روز جمعه 16 اسفند در نمایش جمعه شهر کرد به سیاست توزیع مواد فاسد بین این صنف اعتراض کردند. معترضین میگویند اداره بازرگانی رژیم در این استان از آنها خواسته تا مواد اولیه فاسدی که مقدار آن هم بسیار و در انبارهای این اداره موجود است در گزهای ایام نوروز استفاده کنند و آن را به فروش برسانند. کارگران ساخت و نصب صنایع پتروشیمی آبادان روز شنبه 17 اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن 3 حقوق عقب افتاده، ایدی و پاداش آخر سال دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شرکت صابونسازی خرمشهر روز شنبه 17 اسفند برای 4 روز متوالی تجمع و به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده خود اعتراض کردند. مردم گهواره کرمانشاه روز شنبه 17 اسفند به جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای و یورش وحشیانه مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی اعتراض کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی، رژیم ضد بشری آخوندی صبح روز 17 اسفند در یک اعدام جمعی 4 زندانی را در زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخت. دیکتاتوری آخوندی تا کنون هیچ خبری در رابطه با اعدام این 4 زندانی و اسامی آنها منتشر نکرده است.